سامسون عزیز، حالتون چطوره بچه‌ها؟ من هم اینفرنو هم، خوش اومد به ویدیو. آقا بس لجن داریم، نفر دو ببینید، جئود یامی. این از من جلوتر بود، با تقریبا حالا آخرها فاصله 1200 تا 1300 تا از من جلوتر بود. تعجب میکردم، میگفتم آقا چون بچه‌ها ما باخت نمیدادیم، یعنی بعضی اوقات اول شخص هم بازی میکردیم، حتی چون میخواستیم مچ‌ها زود تموم بشه. الان اینجوری لیدر بورد دیگه، تون تون باید کاپ بگیری. بعد سرور ما خیلی سخته. الان مثلا میگم این چند روز ما بلیتز بازی کردیم، کاستوم روم پلی میدادیم هر مچو، کاستوم روم. گفتم احتمالاً مثلا سرور اروپا یا مثلا سرور آمریکا، اینا داره مثلا رنک اپ میکنه بازیاشون زودتر، چون باخت نمیدادیم ما، بازیاشون زودتر تموم میشه. به هر حال گفتیم اوکی، دمشون گرم، اوکی من بازی میکنم، سوم، چهارم، اول، دهم، هیچ فرقی نداره. من اومدم اینجا خودم رو ثابت بکنم، بسنجم ببینم آقا داستان هست. ولی بچه‌ها بعد چند روز من دیدم نفر دومم، نه کاپم زیاد شده بود نه چیزی، اکانت طرف بچه از لیست لیدربورد رفته بود. یعنی واضح بخوام بهتون بگم، اکانت طرف بچه بن بند شده بود. حالا چرا؟ اشتباه ایرانی ها رو کرده بود داخل سیزن های قبل که شرف ما رو بردن. بچه ها سیزن های قبلی تقریبا چی بهش میگن، ایرانی ها میومدن با چیتر رنک آب میکردن، یعنی آبرو ریزی شده بودا، میرفتن میشستن داخل اسکوات، سه تا استریمر مود میشدن، با چیتر کاپشون رو میبردن بالا. بچه ها لیدربورد ترفند داره واسه گرفتنش، مثلا آلکاتراز رو FVP استارت میکنه اول شخص، بازی ها داخل 5 دقیقه تموم میشه. بعضی اوقات ببینید، چون خیلی اینا رو نمیدونن بهتون میگم، یعنی این دو سه تا چیز رو رعایت بکنید، مثلا اگه الان نفر 200-300 باشید راحت تا 20 میاد. آلکاتراز FVP میدن بچه ها، بعضی اوقات مثلا میزنن چیکارش میکنن، چی میگم بهش، دسته PS4 وصل میکنن واسه لیدربورد که سرور PC بندازه، بعد مثلا بازی اوکی تر میشه. این از این موضوع. بعد بچه ها مثلا بعضی اوقات بهتون میگم، الان داخل بلیت سرور دسته، خب کاپت بالای 20,000 تا باشه، 20 تونه پوینت میده، 23 تا میده، چون یه سرور خیلی خلوته دیگه بچه ها. ولی سرور اصلی چه ایران چه اروپا چه آمریکا بالای 40 تا پوینت میده. حالا داستان چیه؟ من مثلا تعجبم از این، اونا اصلا سرور اروپا دارن بات میزنن دیگه، یا مثلا خیلی نو بچه ها سرور ایران این بلیتسی که ماها بازی میکنیم هر مچ کاستوم رومه، فقط پلیر تگدار و اینجور داستان ها. اینا رو دارم میگم هم اطلاعاتتون بره بالا، هم گوش بدید ببینید چی میگم. آقا خدا یه سری الکیم وسط دارن شاخ میشن، ببخشید واقعا، یعنی خودم هم این ببین، فقط خوشحالم از اینکه فارسی حرف میزنم، کسی دیگه نمیفهمه از اون ور من دارم چی میگم. ایرانی هر جا میره شرف ما رو میبره، یعنی بچه داخل همین سیزن، حالا میگم ما باخت ندادیم، مثلا شاید در طول روز دو باخت داده باشیم، خب طبیعیه. ولی بچه ها ببینید، اینا با چیت هم نتونستن مثلا هنوزم بیان داخل تاپ 10، من دیدم خب دارم بازی میکنن. سیزن های قبلی میگم چیتر بن میشد خودشا، ولی این رنک کاپ با چیتر بچه ها بنی نداشت. این سیزن نفر دو بن شد، خیلی جالب بود میدونید. حالا شاید سیزن بعد دوباره این آپشنه رو بردارن، چون مثلا شاید رندوم افتاده باشه طرف، ولی خیلی ها بچه ها از همه ایرانی ها با شیتر رنگ هاب میکردن، میگودن ما امیل فلانیم، امیل لیدر بردیم، خیلی شاخیم و اینجور داستان ها. ولی بچه ها ببینید، خیلی خیلی بده این حرکات، یعنی هر جور من حساب میکنم تو کتم نمیره. مثلا ببینید بچه ها فرقش چیه؟ فرقش اینه، چون اسکواد من باخت نمیده، یعنی هر چی بازی میکردیم ما به هر کی میخوردیم میزدیم، اینقدر قشنگ و تمیز داشتیم پلی میدادیم. و نهایتا میگم یکی دو نفرمون میبرد، یه جوری تگا رو میگرفتیم میومدیم بد جور میزدیم داخل گوششون. میدونی چی میگم؟ فرقش اینه، اینا مثلا چیتر میارن بازی ها رو داخل 4 دقیقه تموم میکنن، ما بازیمون 8 دقیقه 9 دقیقه تموم میشه بعضی از گیم ها. میدونی چی میگم؟ این باعث میشه اختلاف بیفته. حالا این قدیم اینجوری نبود به خدا، قدیم زمان ما اون نسل یک ما داشتیم لیدربورد بازی میکردیم بچه ها، یک اصلا همچین چیزایی نبود، یعنی همچین چیزی تو نمیدیدی. بعد الان همه ترای هارد، یعنی اسکواد من نگاه کن هر کدومش هر نفر یه جای مپه، مثلا نفر 2, 3, 5, 6 اینجوری لیدربورد، هر کدوم به نازم به خودم هر کدوم یه جای مپه. اینا مثلا میگم هر الان تو آلکاتراز هر مچی استارت میکنی یا هر چیزی استارت میکنی همه چسبیدن به هم، مثلا یارو مثلا میگه کاپش گرم استره.
ولی بچا این بدیا هم داره، من دارم به اسم خودم بازی میکنم، اسم اینفرنو رو هر کی میبینه میچسبه به خودش، ولی سیزن بعد خب میترسم درست بشه. ولی الان خوشبختانه هر کی با چیتر رنک آپ بکنه بعد چند روز، یعنی چون بچا قابلیت ریپورت هستش بزنی رنک آپ وی چیتر بن میشه. مثلا بچا یه ترفند دیگه لیدربورد بهتون بگم، شما میتونید یه اکانت لول پایین بسازید، خب مثلا کاپش بینه مثلا میگم مثلا لول 20 تا 30 50 60 مهم نیست، کاپش 1000 تا باشه. اون موقع مثلا اونو مثلا میکرد لیدر داخل آلکاتراز، خب خیلی ترفند داره. الان میگم عادی رنگ کاپ نمیکنن مثل زمان ما، همه دارن مثلا یه حرکت. اون موقع مثلا همه آلکاتراز بودیم، ترد پرسن آلکاتراز، نه کسی اف وی پی میرفت نه چیزی، به هم دیگه میخوردیم. میگم من خیلی جالب مثلا یک تا دل لیدر بورد اصلا مثلا نیدمشون بجز این تمه ها، میدونی چی میگم؟ بعد بچه ها یه موضوع دیگه، مثلا من خودم میگم بعضی اوقات مثلا بچه های کلن میامدن، طرف مثلا گوشی پلیر مثلا دوستمونه دیگه، میامد دو ساعت بازی میکرد، یکی دو بار مثلا میزننش. اینا کلن کاب منفی داره. آره مثلا میگم شما یه اکانت لول پایین بیاری چیتر نیاری ها، یه اکانت لول پایین بیاری اینا رو مثلا اوکی تر میندازه لابی ها رو داخل آلکا، نه اینجا. اینجا ما میگم حتی اوردیم هم کاستوم روم، ببین کاستوم روم علنی. ولی خدا بچه ها اینجا اومدم واسه این یه با امروز هم دیگه بازی نمی کنم، یعنی لیدربورد کلن میکشم کنار دوباره، همین بسه. کلن لیدربورد اون یکی دو روز اول شیرینه به نظر من، بقیهش نه واقعا به درد میکنه، نه ببین نه واقعا به درد میخوره و خسته کنه. حالا مثلا من نهایتا الان فکرم 5 روز 6 روز بازی نکنم از 100 تا هم میرم پایین تر، اینجوریه کلن. بعد شب و روز بشینی، بعد بچه اسکواد میخواد، ما بچه‌مون اکثرا سر کار میرن، یعنی میگم 15 16 سالشون نیست، بیا مثلا اگه هم هست مدرسه میرن، اینجوری کلا گیرن. حالا خیلی هم مثلا بچه‌ها میشینن روی اکانتا مثلا 4-5 نفری، ما خوبیش این بود 4 تا اکانت آوردیم مثلا اول، ولی بازم میگم دم بچه‌ای که کمک دادن گرم. ولی خدایی دیگه آبرومونو نبرید اینجا به خدا، یعنی یه چیزی دارم میگم جدی و خام خام. آقا یه موضوع دیگه بگم و بچه ها کم کم رفع زحمت بکنیم بریم پی زندگیمون، از فردا دوباره بر میگردیم به روال عادی. 2-3 روز درگیر رنکاپ بودیم خدای، ولی خوش میگذره بعضی وقتا بچه ها، خدای انقدر پلی میدم انقدر پلی میدم دوباره مغز بازیم فعال میشه، یعنی تو هر چقدر بیشتر بازی میکنی بیشتر به حال میده دیگه. ولی ای کاش ای کاش لیدربورد اولی بیاد که ماها بودیم بچه ها. ببین کمه کلنهای عربی بودن، کلن نوک، ای ان دی، تی وی تی ایچ همه شون بودن، از ایرانی ها ماها بازی میکردیم اون موقع. ببین حتی مثلا ببین من کسایی رو میشناختم اون موقع بودن با ما که هنوز چیت میت مثلا نخریده بودن، مثلا یه آیپدی داشتن مثلا، یا مثلا بازی هاشون خوب بود، خیلی جذاب بود. بعد همه تی پی پی مثلا کسی دنبال این نبود مثلا، چون ببینید مثلا نگاه کن الان تو بیای ترد پرسن هر دست رو داخل سرور ایران وین کنی طرف بره اف پی پی، یو بعد یک ساعت مثلا میبینی 600 تا اختلاف داریم مثلا نفر دهمی از نفر اول. ولی اون موقع بچه‌ها کلا لیدربورد خیلی با ارزش بود، الان واقعا یه چیز ببین 100% بی ارزش شده. من خودم دیگه دنبال نمیکنم، شاید سیزن بعد مثلا خودم بیام دوباره میگم 1-4 رو بگیریم مثل سری قبل اگه آلکا باشه. آلکا خیلی ردیف بود مثلا، ببین بچه‌ها ماها نمیدونستیم اون روز اول، خب این تجربیاتم میگم بهتون، ما رفتیم ایزولیت استارت کردیم، ببین فیلم هندی بود، بعد فهمیدیم مثلا بلیتس هم پوینت میده، مثلا ما رفتیم بلیتس فاینا 1-4 شب اول ما بودیم، چون هنوز چیت میت نیومده بود، سیزن تازه اومده بود هنوز نخریده بودن. ولی در کل این از بازی خدای شاتخا رو به نازم داداش بود، انقدر هاد شیدم انقدر هاد داخشم این آقا ریستارت کردن این روز نمیومدن رو اکان کمک. ولی خلاصه تجربه خوبی شد، من خیلی دوست دارم بچه ها کلن بیاید، آقا بیاید ببینم چه خبره. حالا مخصوصا مثلا بچه های کاستوم پلیر تورنمنت بیاید ببینم اینجا بند میشید یا مثلا ما قضاوت اشتباه کردیم، تیرای شما کات داره مثلا مسی شما داستان چیه، ولی میبینیم اتون دیگه. خلاصه بیاید اینجا جاشه خدایی، اینجا جاشه، بیاید ده ده همون یه هفته بیاید ببینم آقا تو همون یک تا دم وایسید ببینم میتونید دوام بیارید به خدا اگه بتونید. یعنی یک دلیل اصلیش اینه خسته میشید، حالا ممکنه مثلا تیم نداشته باشید، دلیل دوش اینجا بچه شوخی بردار نیست کانفیگ بزنی، حالا مثلا تنها چیزی که اینجا فعال دی ان اس، همه دارن ببین همه دارن تو این گیم،
به جز من بدبخت دارم با پینگ 69 و 70 بازی میکنم. ولی آقا این ولی کانفینگ و امبات و از این مثلا ببینید بچه ها خیلی چی هن خیلی جالبه، مثلا چپ رو میزنن تیرا کات میگیم اینا بلدن بچه ها، من بهتون میگم شما حرف گوش نمیدید، اینا کات دار میزنن، جهت باد رو در نظر میگیرن، تیر میزنن باد تکونش میده میخوره تو هدشون، گرفتید داستان از این قراره داداج، کلن داستان اینه. ولی بچه ها اودن چه گانی شده، اودن زمین بچه ها خیلی حق میزنه، یعنی ببین تزمینی ایم بگیر جسد تحویل بگیر، بودو ببینم اینجا میدونم طرف بالا، ببین یه اسلاید خوب ایمو میگیری میزنی، بودو ببینم بی تربیت اینجوری بزنی داخل گوش همه، حالا سعی میکنم بین یک تا 200 نگه دارم دیگه، ولی بازی نمیکنم دیگه بچه. از فردا بچه ها کاستوم ها رو به راه میکنیم، خدای دم بچه هایی که این سیزن بچه ها دارم پلی میدن گرم، چون فعلا حالا نمیدونم چیزی که من دارم میبینم دارن سالم پلی میدن، مثلا شاید خیلی هم مثلا سرور اوکی تری داشته باشن، ببین آخه واقعا بچه سرور خیلی مهمه، کاپا برابر نیست، بعد تعداد افراد مهمتر، بچه های ما میگم کلن زیاد هماهنگ نیستن، بازم میگم دمشون گرم، خیلی ناهماهنگی داشتیم، بعضی ساعت مثلا یه نفر مثلا 6 ساعت بازی میکرد، یکی 1 ساعت بازی میکرد، اینجوری بود، حالا 4 تا اکانتم بود خیلی سخت بود، یکی از بچه‌هامون بچه‌ها بین رنگ ها رفت مسافرت، با اکانت خودش هم بودیم علی، ولی خلاصه میگم اما یه گام بده دیگه داداش، جا کن کلت، ببین قدرت کلت رو در نظر بگیرید بزنید، خدای بچه کلت انقدر قوی شده میسنری باش همه چیو میزنه، خیلی داره بهم حال میده، M4 رو بکش، ایمت ردیف، برو همه رو بزن. آقا خلاصه بچه گفتم ویدیو رو بزنم یه صحبتی بکنم که آقا این سیزن اینجوری نبود، ولی یه جوابی هم باشه به این تومت ها به داخشمین میگن چیتر، بادا بینم بی تربیت، یعنی الان هر کیو میزنم یا میگن داش همین عشقیم یا فشار میخوره یا میگه اه چیتره چیتره چیتره، کلا داستان همینه، ولی در کل بچه باید میترکوندیم اینجا رو دیگه، برمیگردیم به کاستوم روم و ویدیو آموزشیمون، یه چند تا پک اون ویدیو هم که قولشو داده بودم بچه براتون اوکی میکنم، کانال رو حتما حتما ساب بکنید، یه مقدار این سابا اوکی بشه، سابا ترکیده ها یعنی هی میریزه ازش، واقعا لعنت بر این زندگی باشه، یه نفر از این یه بچه یه فرند دارم هندیه مولتی پلیره نوشته بود آه تبریک داداش فلان، آره بعد تو میتونی یکو بگیری، گفتم داداش به خدا من نیومدم اینجا فالوور بگیرم، من دارم الان این کانالم 93 که ثابت، اصلا نیازی ندارم به اینکه بیام لیدر بورد، حتی خیلی ها میگه همین اشتباه کردی رفتی، ولی بچه ها من هر سری میام واقعا دیگه میگم حرفی که میزنم ثابت بشه، چون مثلا خیلی ها اومدن من خدا من فلانم من بیسانم، برو خونتون خدا وکیل، برو خونتون توپتو بنداز جای دیگه بازی کن، نه حوصله دارم نه چیزی نه اعصاب معصاب مونده برم، بیا داخل کاستوما با هم بخندیم بابا، عشق حالتون رو بکنیم انشالله اگه میگید این سیزن دیره سیزن بعد امیدوارم بم بده میبینم اتون، ببینم چی کار میکنید اونجا داداش، بودا ببینم صد نگاه کن خدای کاستوم رومه، بعد مثلا میگه سرور اروپا سرور آمریکا بات بات، یعنی یه نفر میاد مثلا ببین آن خدای رو اینو دارم جدی میگم، اونا زندگی دارن، مثلا بچه ها ایرانی ببخشید فشاره یعنی داخل گیم کال آف دیوتی موبایل ایرانی، من خودم هم فشاریم داخل این بازی، یعنی مثلا ببینم یکی ترایارد کرده تا نزنم ولشون نمیکنم، بعدش هم بگم برو لابی خودم ولی خدا وکیلی مثلا میره سوه چی طرف اومده سر صبح از خواب بیدار شده قهوهش خورده سرور آمریکا یا مثلا اروپا میخواد یه مچ بازی بکنه بعد مثلا برای خودش بره بیرون، اینجا داداش از این خبرها نیست، سر صبح صبحونه نخورده اینا همه تا 4:30 5:30 صبح بیدارن سگ فشار دنبال اسم اینفرنو بدبخت میگه علی خدای خیلی حال میده، بیاد سرور ایران یه رنگ کاپ هم بزنید خدای اینجا خیلی حال میده، یعنی من مثلا میگم به هر کی 10-20 بار خوردم فکر کنم نصف کالافو من زدم تو این یکی دو روز، خلاصه آقا دیگه گفتم یه صحبتی باشه باهاتون اینم بگم و چون ویدیو دیروز فقط در حدی که ما رفتیم یه مثل توضیحات باشه بدم، حالا اگه باشه دوباره صحبت میکنیم ولی دیگه بحث لیدربورد رو میبندیم، اکانت فعلا آفش میکنیم احتمالا چون خودم هم حوصله ندارم بیشتر از این بازی بکنم کافیه، بعد واقعا هم سودی نداشت برام، فقط میخواستم یه دو تا ادعایی که کرده بودم ثابت کنم این از این موضوع، خلاصه دمتون گرم آقا، ما نه ادعای خیلی زیادی داریم داخل این بازی، نه گفتیم خداییم نه باز کشکمون رو میسابیم اینجا، یعنی تا زمانی که
پر روی نبینم هیچ خبری نیست، بازیمونو میکنیم. ببین من هر شاتی زدم خندیدم، خدا وکیلی هر کیو زدم مثلا طرف مثلا یه چی بگه آ جیجی دمت گرم نداشت، مثلا مگه اینکه فوش بده وایسمو واسم یه چیزی بگم به جیدن جیدن، خدا وکیلی میگم انقدر مثلا تو بازی دهن همه ول شده، همه دارن یوهویم یه وایس باز میکنن فوش میدن، جواب میدیم بعضی وقتا. یکی از بچه‌ها من خیلی جالب بود برام، ما مثلا میگیم آقا میاد سر اکانت حالا دیگه اونم مثلا زندگی خودشونو دارن، فوش ندید طرف فوش داد روی آل بهش، بعد اینم باز کرد با اکانت موجود بود، هر چی اومد از دهنش رو گفتم داش چرا فوش میده، گفت آقا من چیکار کنم یارو داره فوش نکنید آقا خود دمتون گرم، بریم تا ویدیو بعدی، فعلا بای.